در روسیه دخترکی تاجیک را تجاوز کرده به قتل رساندند. در ازبکستان نمایش دادنی برنامه های اسلامی را در تلویزیون ها منع کردند. حکومت تاجیکستان یک رنگه بودنی بام ها را می خواهد. در سرپوخاوی ولایت مسکو دخترکی 5 ساله از تاجیکستان هویدا تلازاده تجاوز شده بی‌رحمانه به قتل رسانده شد. طبق اطلاع رسانه ها هویدا 5 ساله سنه 22 ایول در وقت سیر و گشت از نزد بینایی که با همراهی آیلشان زندگی میکنند ربوده شد. دخترک را یک چند ساعت کافت و کاو نموده همه بوته ها را دیده برآمدند. نامبرده را روزی دیگر ساعت 4 سحر در نزد خط راه آهن زواد یافت نمودند. نجات دهندگان سومکه ورزشی را پیدا نمودند که در آن جسد هویدا یافت گردید. طبق خلاصه متخصصان طبی دخترک را اول تجاوز نمودند سپس با ضربه کارت به قتل رساندند. شعبه کمیته تفتیشاتی در ولایت مسکو اطلاع داده است که گمانبر شده در صادر نمودن جنایت ساکن 28 ساله محلی الکساندر سیامین دستگیر کرده شد. اون за ними ходит, наблюдает. Он всё время из печачки, ну как он тут весь день проводит. گفته شده است که در خانه نامبرده پایهای پایافزول و پنجههای دخترک یافت گردید. طبق یکی از روایت ها گمانبر شده در جنایت توانست دخترک را با بازیچه در وقت بازی داشتن او در حوالی استقامتگاه فریب کند. سنه 25 ایول در شهر کلاب جنازه هویدا برگزار گردید. دخترک را در قبرستان محله شمس الدین شاهین در پهلوی قبری بابایش و بیبیش به خاک سپردند. شما مادر در کلمه وزی را گفت میرم. عبدالسلام سعیدوف پدری هویدا میگوید که پس از یک هفته او به روسیه بر میگردد و برای قاتل دخترش حکم سخت را طلب می نماید. مامان یوردان تاکی ما برام امور کو تو سر سوت شما اشتراک کنم که ببینوش کو. با گفته عبدالسلام سعیدوف الحال بعضی آدمان تخمین کرده ایستودند که قاتل را در دادگاه همچون روحان ناسالم اعتراف میکنند. چیتاو روحان ناسالم است حال آنکه خدمت حربی گذشته است. عینن برای همین من در همه مجلس سودی اشتراک میکنم و برای قاتل حکم سخت را طلب مینمایم میگوید نامبرده. پسیخوشکش برادرزه و پسیخوشکا بوشه در خدمت خدمت در قبولش میکنه. دارم آلتن سلسله کورساتونین مخلصلره. تلویزیون ازبکستان نمایش دادن یک چند برنامه های اسلامی را منع کرد. نمایندگان شرکت تلویزیون و رادیوی ملی ازبکستان ابراز نمودند. در تلویزیون تنها نمایش برنامه های دوری منع کرده شده است. چطوری که رادیو آزادی اطلاع میدهد از 25 ایون در شبکه مدنیت و معرفت نمایش 6 برنامه های اسلامی منع کرده شده است. خصوصا 3 هفته پیش نمایش برنامه آموزش قرآن کریم که از ماه مارس سال جاری هر هفته روزهای چهارشنبه نمایش داده میشد منع کرده شده است. همه مزنی مقدس کتابمز قرآن کریم نورگنش بارسته هم. غیر از این از ویدیو پورتال یوتیوب یک چند بخش های آخری برنامه مذکور کور کرده شده است. در مصاحبه با خبرنگاران کارمند شبکه مدنیت و معرفت خبر داد که به رهبریت شبکه از بالا فرمان شده است که برنامه های دینی را به پخش نبرارند. اینچنین در پخش دینداران را عموما نمایش ندهند. آزادی به کارمند شبکه مدنیت و معرفت نامش را نخواست افشا نمود تکیه نموده می نویسد. در ما نمایش دادنی برنامه های دینی منع کرده شده است و مردهای ریشدار را به برنامه راه نمی دهیم. من بعد امامان را به برنامه راه نمی دهند. به عقیده خبرنگاران محلی فرمان منع کردنی نمایش برنامه های دینی در تلویزیون از طرف مشاور دولتی پرزیدنت خیرالدین سلطانوف داده شده است. اینچنین آزادی به یکی از خبرنگار محلی تکیه نموده اطلاع می دهد در نزدیکی گروه خبرنگاران ازبک به چین سفر نمودند. تیم برنامه اطلاعاتی اخبارات 7 گزارش رای نموده است. از آن 5 تاش را به پخش اجازت ندادند. زیرا در بین مصاحبه دادگان آدمان ریشدار هستند. عین زمان در تلویزیون خصوصا در شبکه ازبکستان 24 و برنامه اطلاعاتی اخبارات سنزور سخت عاید نمایش شخصان ریشدار موجود می باشد. کیچه گپرگن گپن آلدو. اگر اوزگارش کنم، من سر دالدن گیت بپم. برای دمونیم اشتباه من.
مشاهدان قید میکنند که هرچند رژیم میرزیایف در بعضی جهت های سیاست داخلی نرمی را نشان دهد، هم هنوز در رویش سیاست رئیس جمهوری سابق کریموف باقی میماند که همه نمادی ظاهر شوی اسلام را در حیات مردم سخت پیشگیری مینمود. Кто имеет право пускать иностранных журналистов на территорию города, чтобы они занимались? Бомбой биноҳо дар кишвар якранга бояд бошад. Дар ин хусус санаи 19 июл Авесто ба комитаи меъморӣ ва сохтмонӣ назди ҳукумати Тоҷикистон такя намуда иттилоъ медиҳад. Ба гуфтаи раиси комитаи оид ба меъморӣ ва сохтмонӣ Тоҷикистон Ҷамшеди Аҳмадзода, фармони мутобиқ шуда ба комита аз ҳукумати Тоҷикистон омадааст. Тибқи фармоиши мақомоти иҷроияи ҳокимият, бояд бомҳои манзилгоҳҳои истиқомати ва биноҳои гуногун дар шаҳр ва ноҳияҳо ба як ранг дароварда шавад. Ҳамин тавр дар шаҳр биноҳое ки барои истифода барӣ қабул мегарданд, бояд ба ранги таъин гардида дароварда шавад. Фармоиши мазкур биноҳои алҳол вуҷуд доштаро низ дар бар мегирад. Мо исрори онро надорем ки мардум дарҳол бомҳои худро ба ранги муайян аз нав таҷзия намоянд. Ҳамаи ин бояд тадриҷан ба амал дароварда шавад. Мақсади дар нақша доштаи мо ин аст ки ҳамаи бомҳо дар кишварамон якранга дошта буда, монанди кишварҳои аврупоӣ зебо гардад, мегӯяд Ҷамшед Аҳмадзода. Инчунин ӯ қайд намуд ки фармоиши мазкур тамоми шаҳру ноҳияҳои кишварро дар бар мегирад. Определенный анализ вот неманитарных показателей показывает на то, что в Таджикистане неманитарная бедность все еще очень высокая. Ёдрас бояд кард ки Тоҷикистон қашшоқтарин кишвар дар Осиёи Марказӣ бо нишондоди пасти зиндагӣ буда, аксарияти аҳолиаш дар сатҳи қашшоқи зиндагӣ ба сар мебаранд. Бинобар ин, фармоиши мазкури режим оиди якранги зебои бомҳо дар тамоми кишвар ин як кори ахмақона мебошад ки дар асл барои режими Раҳмон ин навигарӣ нест. Ҳама хонаҳои истиқомати сохтанд. Хайгинҷ гап мекунд бо ҳамин мобай кардан омадад.